بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. عرض ارادت و سلام داریم خدمت شما عزیزان، همراهان خوب برنامه عارفانه، عزیزانی که محبت کردین و امروز هم برنامه تان را میبینین. خوشحال هستیم که در خدمتتان قرار داریم و بابت افتخار شکرگزار. امروز هم اگر توفیق داشتیم در مورد راهکارهای فقر زدایی در اسلام صحبت هایی را داشتیم. مستحضر هستین که اسلام نازنین در هر حیطه ای از در واقع حیطه های فعالیت های انسان ها برنامه منظم و ترتیب شده ای را داره. حتی در مسائل اقتصادی هم دستوراتی در این باب داریم که به طور مثال ما روی فقر صحبت میکنیم، راهکارهایی را به خاطر از بین بردن فقر هم بیان کردن. چند تا راهکار را در این مدتی که در خدمتتون بودیم اشاره کردیم، در مورد تنبلی و تن پروری به عنوان یکی از عوامل و همچنان ضعف در مدیریت دخل و خرج صحبتهایی را داشتیم. اشاره شد به گناه و نافرمانی به عنوان یکی از عوامل معنوی فقر. امروز خواستیم با توجه به اهمیت موضوع بیشتر به این مسئله بپردازیم و در خدمت سرور عزیزمان جناب سید گل‌آقا احمدی هستیم. استاد عرض سلام داریم، خیلی خوش آمدید برنامه‌تون. علیک السلام و رحمت الله. عرض سلام خدمت شما جناب آقای موسوی، خسته نباشید و درود و سلام ویژه خدمت بیننده های نهایت عزیز ما، انشالله موفق و پیروز بوده باشد. در خدمت هستیم. سپاسگزاریم. هرچند اشاره کوتاهی به این مسئله شد که گناه میتونه سبب فقر شود، اما میخوایم در ابتدا بدانیم که خب نفس گناه یک پدیده مذموم هست، چه تأثیراتی داره روی اقتصاد انسان ها و چه رابطه بین گناه و فقر هست از شما میدونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین. قال تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. خب همونطور که بیننده عزیز مستحضر هستن و میدانن که برنامه ما در قسمت علل خب ایجاد فقر یا علل به وجود آمدن فقر چی در سطح اجتماع و چی در سطح خانواده، اصل موضوع این است و بعد هم انشاءالله راهکارهایی که در این قسمت ارائه میشه تا این فقر را برداریم و این پدیده شوم اجتماعی یا مثلا فردی را از بین ببریم تا در جامعه ما در رفاه و آسایش زندگی بکنه. خب شما ببینید، یکی از عوامل بسیار مهمی که فقر را به وجود می آوره در واقع عصیان و نافرمانی و گناه است. یکی از عوامل بسیار مهم معنوی به حساب می آید که در واقع ملازمه هست بین ارتکاب گناه و گسترش فقر. خب فرق نمی کنه که یک شخص مثلا شخصا خودش گناه می کنه و نمو باعث فقر امو شخص امو خانواده می شه، یک زمان است که تأثیر می گذارد در کل اجتماع. حالا ما می خواهیم که از چند دیدگاه باید مورد بررسی قرار بدیم. یک زمان است که مطلق گناه تأثیر مستقیم دارد در ایجاد فقر، یک زمان است که بعض گناهان که منحصر هستند ملازمه دارد با ایجاد فقر یا با وجود آوردن فقر. خب در مجموع ما بحث کلی بکنیم که خود نافرمانی مطلقا، خب فرق نمی کنه که او طرفش که وقتی ما یک چیز مرتکب میشیم گناه از هر نوعی از گناهان باشه، حالا مثلا گناهی حقوق الله باشه، حقوق ناس رو ضایع بکنیم، هر نوع گناهی باشه، خب ارتباط مستقیم با ایجاد فقر داره. خب قرآن کریم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. میگه اگر اهل یک جامعه، اگر اهل یک قریه، اگر اهل یک مثلا منطقه یا یک اجتماع یا اهل یک مملکت ایمان به خداوند بیاورد و تقوا را پیشه خیش قرار دهد، لفتحنا. شما ببینید ملازمه کاملا مشخصه. خداوند میفرماید که ما هر آینه بازگشایی میکنیم برای این اهل خانواده یا اهل مثلا قریه، برکات را از زمین و آسمان. خب شما ببینید که ایمان و تقوا ارتباط مستقیم با برکات الهی است. خب برکات زمان نازل میشه،
خب برکات زمان به وجود می آید چی از آسمان چی از زمین انسان مؤمن باشد، انسان متقی باشد، انسان ایمان داشته باشد. خب از این مفهوم می گیریم که اگر کسی بیاید مرتکب معصیت شود، اگر کسی بیاید مثلا تقوای خودش را از بین ببره، تقوا نداشته باشه، از این طرف دیگر برکات منجوید میشه، برکات دیگر قطع میشه، هم زمین و هم آسمان اینها دیگه برکات خود را نازل نمی کنه و بر ما مثلا برکت حاصل نمیشه از زمین. بنابراین شما میبینید در اینجا در مجموع کل گناه را گفته، فرق نمی کنه که هر نوع گناهی باشد ارتباط مستقیم با عدم برکت و عدم نزول برکت چی از آسمان باشد و چی از زمین به ما نمیرسه. خب پیغمبر اسلام در قسمت یک نوعی از گناه فرمود الامانتو تجلب الغنا والخیانتو تجلب الفقر. خب امانت یک خیلی یک صفت پسندیده اخلاقی هستند. میگه کسی که امین هست، فرق نمیکنه امین مالی هست، امین آبرو ارز هست، باید امین باشه، امانت برادر مؤمنین را خیانت نکنه. امانت در واقع غنا و ثروت را به خود جلب میکنه. ولیکن الخیانتو تجلب الفقر، خیانت برعکس امانت. اگر کسی خائن باشه در نسبت به او خائن حتما چی به خودش چی به خانوادش سر دوچار فقر میشه، در واقع فقر میاره. خب این یک نوع خودش گناه هست، گناهی که در واقع خیانت در مقابل امانت اینجا ذکر شده است. یا پیغمبر اسلام فرمود در یک حدیث طولانی هستند که آثار گناه، خب آثار شوم گناه بسیار خطرناک است. انسانی که گناه انجام میده اصلا معلومات نداره و الا 100% گناه انجام نمیده، اما جهالتی یادم است که از آثار شوم گناه معلومات نداره، جاهل هستند، بنان مرتکب معصیت میشه. از جمله خب گناهانی هستند که مستقیم با ایجاد فقر داره، ملازمه وجود داره. خب پیغمبر اسلام فرمود اذا قطع الارحام جعلت الاموال في ايد الاشرار. زمانی که قطع صله رحم به وجود آمد، انسان از رحم خود قطع رابطه کرد، اتصال نکرد، خب یک از گناهان کبیره قطع صله رحم است. خب وقتی کار کردن پس متوجه باشد که این اموالش، این ثروتش، این سرمایهش به دست دیگران میافتد، به دست دشمنانش میافتد، دیگری از اختیار از خارج است، نمیتونه که مثلا به این اعمال قدرت بکنه یا مثلا مصرف بکنه یا در مطابق میل خودش در کجا به مثلا به مصرف برسانه. بناهن اگر کسی بیاید خب توجهی به ارحام خود نداشته باشد و این گناه کبیره را مرتکب شود، از اون طرف دیگه منتظری نباشه که مالش مثلا زیاد شه یا خودش اراده در مصرف مال داشته باشه. بلا فاصله طبق روایت نبوی اون طرف مالها از دستش میره، یا مثلا در کجا در بانک های مسدود میشه، یا در بانک ها اصلا وقتی میره در حساب بانکی خود میبینه که اصلا هیچ چیزی نیستن. یه اثر اونم هست که متاسفانه ما متوجه نشدیم که چی انجام دادی. بله استاد، مسئله ترک ارتباط با خویشاوندان مخصوصا در عصر حاضر خیلی مصداق پیدا میکنه و آثاری را که داره زیاد هم هست و خیلی هم اهمیت داره اگر بهش پرداخته شود. مسئله ارهام با توجه به اینکه میدونیم در این عصر و زمان خیلی هم نیازمند هستند و بعضی مسائل شاید به لحاظ روحی و عاطفی نیازمند رفت آمد باشه یا از لحاظ اقتصادی نیازمندی داشته باشن و بر ما است که حداقل از ارهاممون باید حتما سر بزنیم. بله دقیقاً، ما می‌خواستیم اینجا اشاره بکنیم درود بر شما، بله، که ما چگونه بتوانیم مثلا این ارهام خود را صله بکنیم، ازش احوال بگیریم، در حالی که خیلی کسا در آمریکا هستن از ارهام ما، مثلا پسران ماما، پسران کاکا، برادر، خب اینا در فاصله خیلی دور از ما قرار داره، چیکار شوه؟ خب دقیقاً که شما اشاره کردید صله ارحام حالا موارد زیادی داره، از جمله مساق زیاد داره، از جمله این همه که مثلا یک نفر خو یک رحیم شما نیازی به مشوره شما داره، دوچار مشکل شده یا فکرش کار نمیکنه، به محض که مشوره دادی میشه صله. یا مثلا بعضی موارد است که واقعتش نیاز به پول داره، در همین شرایط فعلی میدانیم که پسر کاکای ما هست، مثلا پسر کاکا هست، نواسه های از اونها هست، میفهمیم که چیز نداره، ما به دست ما یک چیزی هست،
حالا صله رحم به چی معناست؟ به این است که درست رفت آمد داری، درست زنگ میزنی از شوال میگیری، نه، صله رحم زمان اینجا محقق میشه که آقا برو پول به دست وزو بیتی، یا مالی که داری برش انفاق بکن، برش بخشش بکن، یا مثلا قرضی که میخوای برش بیتی به عنوان قرض الحسنه، این صله ارحام است. یعنی صله ارحام به این معناست که نیازمندی طرف را، رحیم را باید رفع بکنی. در همین شرایط خیلی مشکل است، هرچی داریم فرق نمی کنه، مثلا 10 افغانی داریم، 2 افغانیش برای ارحام بیتیم، برای نیازمندان بیتیم، 8 افغانی ما میفهمیم که کفایت میکنه ما را، خب درست است برای خود مصرف بکنیم. پس اگر گناه قطع صله رحیم در یک خانواده، در یک اجتماع به وجود آمد، منتظر این باشه که تمام اموالش به دست دیگران میفتد، دیگر خودش نمیتونه استفاده بکنه. یک، پیغمبر فرمود، دو، و اذا طفف المکیال اخذهم الله بالسینین و نقص. داد میزنیم چرا قحطی صورت گرفته، چرا باران مثلا نازل نمیشه، چرا زمین برکت خود را از ما منع کرده و گرفته است، خب چرا مثلا مال ما به خود مصرف میشه، هیچ نمیفهمیم. خب داد نزنیم، باید ببینیم که منشأش در کجا هست. میگه زمانی که میکیال وزنها، ترازوها تعادل درش باقی نمان، وزنها کاسته شد، شما رفتین مثلا یک کیلو میخواید بگیرید 750-800 گرام برای شما میته. یکی از دوستا قصه میکرد، میگفتیم ما یک رفتیم از یک مثلا انگر گرفتیم یک بشکه از روغنه نوشته بود 16 کیلو، آوردیم وزن کردیم 14 کیلو. ما با خود ضرر وارد میکنیم، نمیفهمیم چیکار میکنیم. اونم باعث از این میشه که قحطی بیاید، فقر دامنگیر خانواده بشه، فقر دامنگیر مثلا اجتماع بشه، ما خود ما بذری قحطی را مثلا در واقع کاشت میکنیم، زمینه قحطی را فراهم میکنیم. پیغمبر فرمود اذا طفف المکیال اخذهم الله بالسینین و نقص، با قحطی سر دوچار میشه، با تنقیص در اموال سر دوچار میشه. مال ما نمیفهمیم، جمع کردیم مثلا خب یک لگ افغانی یا دو لگ افغانی جمع کردیم، میبینیم یک دفعه به خود مصرف میشه، اصلا نمیفهمیم در کجا مصرف شد. خب اون طرف باید در نظر بگیریم، بله این طرف احتیاط هم کرده، اما اون طرف هم احتیاط بکن نسبت به چی گناه را انجام دادی تو. بازم به حرف ارزشمند شما میرسیم که به هر حال اگر انسان بفهمه که گناه چه آثار و از ای را به همراه داره، چه تبعات بدی را میتونه به همراه داشته باشه، مرتکب نمیشه. سپاسگزاریم استاد، به اجازهتون یک فرصت بگیریم، بازم به حضرتون هستیم انشاءالله. دوستان گرانقدر، آیاتی از قرآن کریم را با تدبر در معانیش تلاوت میکنیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. با امید برچیدن کامل بساط فقر، امروز افتخار داریم در خدمتتان باشیم و در ادامه مباحث راهکارهایی برای فقر زدایی در اسلام، عواملی را که در بعد معنوی سبب میشه تا جلب روزی کمتر شود و فرود آمدن رزق و روزی با مشکل مواجه شود و به عبارتی فقر آور هستن را اشاره کردیم. نفس گناه به ما هو و گناه میتونه مشکل ساز باشه، اما بعضی از گناهان تاثیر مستقیم روی اقتصاد مردم داره. استاد اشاراتی داشتین به گناهانی که سبب میشه فقر در جامعه بیدار. بله، خب با توجه به روایت نبوی که خدمت دوستان عرض کردم، خب فقرات بیشتری داره، ولی ما میخواییم که به امود با تناسب به برنامه خدمت دوستان عرض بکنیم. یکی از مواردی که حضرت فرمود که ارتباط مستقیمی با وجود آمدن فقر داره، میفرماید و اذا منع الزکات منعت الارض برکتها من الزرع والثمار والمعادن کلها. خب میگه زمانی که زکات خب کسی ندادن و مانع زکات زیاد پیدا شدن، زکات پرداخت نکردن، در واقع او زمان زمین برکت خود را منع میکند، جلو برکت خود میگیره، چی در سطح مثلا زراعت باشه. زراعت دیگه شما میبینید که زحمت خود کشیده، یک دهقان از اول بهار زحمت خود کشیده، خب آب مثلا فراوان هست، در آخر باز میبینه که اصلا ثمره نداد، زراعت همه از بین رفت. یا مثلا ثمار، ثمره ها، میوه ها، میبینیم درختان خب میوهش دیده میشه، اما هیچ به اندازه‌ای که انسان بتونه استفاده بکنه
خب روش نرسیده است، از بین میره یا در گل از بین میره یا در بین مثلا در تقریبا که قبل از اینکه پخته شود از بین میره یا بعد از این باز میره. و بعد میگه معادن کوههای از معدن خلاص میشه، بعد میبینیم که برکت نیست درش. باز میبینیم کشور ما در چی هست، در حالتی رکود اقتصادی قرار داره. میبینیم مردم این مملکت هیچ چیزی نداره و دسترخانش هیچ تغییری به وجود نیامده. معادن کشور از بین رفت، تمام شد. خب چرا کار صورت میگیره؟ او طرف میگه چرا؟ به خاطر که زکات منع شده است. ما با توجه به روایت پیغمبر اسلام ما میتوانیم که این بینوان یک مثال است. مجموعاً واجبات مالی از خمس گرفته، از صدقات واجبه گرفته، از مثلا نذر گرفته، قسمی که انسان قسم میخوره و حنس قسم میکنه که زو طرف کفاره میه، از فطریه گرفته، از همه زنها رو ما در نظر میگیری. خب کسی سرسال نداره، خب خمسی هم شده، مالش هم خمسی شده، مال به او اندازه داره، پرداخت نمیکنه، او طرف بعد میبینه که مالش برکت نداره. خب شما سرسال حساب بکنید، بعد که سر سال تمام شد او زمان انشاءالله خداوند برکت به مال شما میده، گرچه کمیتش بیشتر نمیشه. این گونه نیست که فقط بعض کسا شاید توقع بکنه که امشب که ما خواستیم سر سال بتیم، خب 10000 افغانی فردا باید 12000 افغانی این به جیب ما اضافه شود. نه، امو 10000 10000 است، ولی نیازمندیاتون رو برطرف میکنه. کمیت هم کمیت است. بله. خب نیست که مثلا از راه های خارق العاده ما توقع بکنیم، نه، از نظر کمیت هیچ تاثیر نداره، کیفیتش مهم است. نیازمندیش رفع میشه، از این طرف برکت هست، از اون طرف دیگه مورد مصرف کمتر میشه. بله. مریض نمیشیم ما، خدا نخواسته در انتحار برابر نمیشیم، در انفجار خوب کنم نواقص بر ما وارد نمیشه. و الا اگه مثلا 20000 افغانی داشته باشی سر سال ندی، بعد مورد مصرف هم بیشتر میشه و این طرف دیگه ما مؤاخذه هم میشیم دیگه به خاطر اینکه سر سال ندادی. واجبات مالی در گردن ما مانده، صدقات مانده، رد مظالم مانده، فطریه مانده، مثلا زکات مانده، همه از اینها بعد توقع میکنیم چرا از زمین یک محصول خوب نگرفتیم، چرا از این درخت زحمت کشیدیم چرا یک میوه خوب نگرفتیم، چرا از این مال که رو جمع میکنیم خوب زحمت میکشیم در خانه میاریم هیچ برکت نداره. باید جستجو بکنیم منشی این بی برکتی، منشیش اون هماست که ما تابع امر خدا نیستیم، دستور خدا را نادیده گرفتیم. خب اگر ما کسی واقعتش در همین شرایط، شاید خیلی کسا باشد که خداوند برش روزی داده، به اندازه زیاد هم داده، اگر او واجبات مالی خود پرداخت بکنه خیلی از خانواده ها نیازمند میشه، مثلا نیازمندیش رفع شود، اما نمیکنیم این کار. خود سر سال رفته هیچ چیزی هم نیست. وقتی سر سال و زکات اینها مانع شد، پیغمبر اسلام میفرماید که بر زمین برکت خود را میگیره، از زراعت و از میوه‌جات و معادن تمام میشه، میبینیم بازم در حالت فقر قرار داریم. استاد اگر یک نگاه داشته باشیم، تأملی داشته باشیم، همه مخلوقات خلق شده از طرف خالق خود متعال هست، این مال و جنسی هم که ما داریم در یک مدتی در اختیار ما هست از طرف بله. خداوند هست. خداوند نفرمودند که همه مالت را به فقرا بده، اما یک مقدار محدودش را، مالی را که من خدا برات عنایت کردیم، یک مقدارش را به عنوان وظیفه به خاطر نیازمندی برطرف شدن نیازهای مردم بپرداز. به نظر من خیلی رابطه منصفانه ای است و نهایتا بزرگواری خداوند متعال را میرسانه که از ما با همین مقدار کمی را که خواسته، اما به وسیله از این خیلی برکات و اینان را در کار ما دقیقاً. دقیقاً. حالا مثلا از این طرف همی هست که انسان به عنوان موجود اجتماعی خب نیاز به یک دیگر داره، نمیتونه که تک فردی عمل بکنه در زندگی خودش. اگر انسان هم از همه جهت واقعا کامل نیستن، بعض موارد نیازمند هست، وقتی نیازمند هست به همسنفان خود از این طریق باید کمک بکنه، اما قسمی که دیگرها به ما کمک میکنه خب نیازمندی ما رفع میکنه. خب تعامل به وجود باید بیاد، زندگی نظام اجتماعی بر اساس نمی تعامل است، بر اساس کمک است، بر اساس رفع نیازمندی ها هستند. و الا نمیشه که یک نفر مثلا پول زیاد داشته باشه دیگه و فقرا و همسنفانی که وقت نیازمند هستن، مستمن هستن، به بضاعت هستن، مال نداره، فقیر هستن، فراموش بکنه. وظیفه شرعی ما هستن، گرچه درست مال ما مثلا از خود ما هستن، اما او طرفش انشاءالله بعدا حالا میخوانیم که او طرفش هم ما مسئولیت داریم.
این گونه نیست که فقط مال از خود ما باشه، در هر جا مصرف بکنیم. بله، یعنی باید توجه داشته باشه. خب، با توجه به این روایت نبوی که فرمودن گناه رابطه تنگاتنگ با ایجاد فقر داره، فقر به وجود میاره، اما ما میتونیم که او گناهانی که واقعتش که سبب مستقیم یا مثلا دخالت مستقیمی در ایجاد فقر و به وجود آمدن فقر داره، خدمت دوستان عرض بکنیم. با توجه به می نیازمندی های جامعه امروزی ما، با توجه به می شرایطی که فعلا ما سردوچارش هستیم و زندگی میکنیم، خب یکی از اونهایی که مثلا گناهانی که یک کسی مرتکب شود و مستقیمی به ایجاد فقر داره، اسراف است. خب اسراف به معنای چی هست اصلا؟ اسراف به معنای زیاده روی و خروج از اعتدال در مصرف، اینو میگه اسراف. مثلا شما ببینید افراط تفریط بینش اعتدال است، یعنی که از اعتدال خارج شده، یا افراط میشه یا تفریط میشه، در هر صورت اسراف است. خب شما ببینید یک میخوای یک چیز رو مصرف بکنید، شما در خانواده دو تا پیاله ضرورت دارید، خب دو تا پیاله، حالا مثلا مهمان شما هم تقریبا 5 نفر شما در نظر بگیرید، میشه 7 پیاله، از این بیشتر که نیاز نداری میشه اسراف. مثلا دستر یک دسترخان شما 5 نان ضرورت دارید، شما میاره 6 نان، او یک نان اضافه میشه، او پراگنده میشه، دو ریخته میشه، این میشه اسراف. همین قسم شما مثلا پول نیاز دارید به 10 افغانی، شما میگیری 15 افغانی، 5 افغانی دیگه خود به خود وقتی در جیب انسان پول اضافه باشه حتما به جای مصرف میکنه، این میشه اسراف. خب بنان قرآن کریم در قسمت کسانی که مصرف هستن، خب کسایی که اسراف میکنن، خب خدمت دوستان این قسمتی از مطلب با خدمت دوستان عرض بکنم، روشنی بیاندازم که یک زمان است که مال انسان میره از کسی دیگر میگیره مصرف میکنه، این از خیانت. یک زمان است که مال از خود انسان است مصرف میکنه به خود، این اسراف است. این گونه نیست که مال دیگران رو ما بیاریم مصرف بکنیم بگیم این اسراف، نه، اسراف در مال خود انسان است، اما مال دیگران رو که مصرف میکنیم این میشه خیانت. بحث ما در اسراف است. قرآن میفرماید ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. خب از بالاتر نمیشه دیگه، خداوند میفرماید که آدمی که مسرف هست، این دسته ای از انسانهایی که مسرف هست در مال خودش اختیار داره مصرف بکنه، اما به خود مصرف میکنه، به جای مصرف میکنه، اسراف کرده، این دیگه قابل هدایت نیست، خدا این را هدایت نمیکنه. و الا در جای ما ندیدیم خیلی موارد کم باشه که خداوند فرموده باشد ما فلانی را مثلا یه گروه را هدایت نمیکنیم، همه قابل هدایت است، اما این کسانی هستند که قابل هدایت نیستند. یک مورد. درود بر شما استاد، اجازه بدین یک فرصت کوتاه بگیریم با انرژی پیشتر خدمت شما انشالله بیاییم و انشالله تحمل و تدبری هم داشته باشیم در مورد این مطالب ارزش سپاسگزار هستیم. دوستان عزیز و گرانقدر، میان برنامه ای را با هم ببینیم و برگردیم، باز هم در خدمتتان خواهیم بود. در محضر شما عزیزان هستیم با راهکارهایی برای فقر زدایی در اسلام، روی عوامل معنوی و موانعی که سبب جلب روزی میشه صحبتهایی را داشتیم و گناه و نافرمانی از خداوند متعال در صدر اینا قرار میگیره. استاد در مورد اسراف اشاره داشتین، از شما بیشتر میشه. بسیار خوب. خب بس ما در قسمت مذمت اسراف و مسرفین بودند. خب قرآن تقریبا 23 مورد این اسراف را ذکر کرده و بعد اونمو پیامتش را در جامعه و نسبت به فقر بیان کرده و مذمت نسبت به مسرفین اونجا بیان نموده. ما فقط دو تا نمونه را خدمت دوستان عرض کردم. خب نمونه دومی است که ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. برای دیگران امر میکنه خداوند متعال که اطاعت نکنید امر و دستور کسانی که اسراف میکنند. چرا؟ الذین، اینها کسانی هستند که یفسدون فی الارض، مفسد فی الارض هستند، در زمین اینا فاسد هستند. خب ولا یصلحون، و اینا قابل اصلاح نیستند، واقعا خطرناک است. خب قرآن می فرماید
به کسی که مصرف هستن حرفش گوش نکنید. چرا؟ به خاطر اینا خودش مفسد هستن، در واقع با می کار خودش در زمین فساد ایجاد میکنن و اینا قابل اصلاح هم نیستن. خب تا اینجا ما در قسمت مذمت، در مجموع در قسمت مذمت اسراف و مصرفین خدمت دوستان از نظر قرآن بیان کردیم. حالا ببینیم که مصادیق اسراف در کجا گفته میشه. این اسراف کلمه عام است، اسراف در اعتقاد است، اسراف در اخلاق است، اسراف در اقتصاد هست، اسراف خوب زیاد موارد زیاد داره. بحث ما در قسمت اسراف در موارد مالی هست، اقتصاد هست. ما چند مورد خدمت دوستان عرض بکنیم، از جمله اسراف در مواد غذایی. خب غذا آماده شده، حالا مثلا حبوبات هست، هر چی که هست غذا را آماده کردیم، اینجا اسراف نکنیم. گرچه خداوند متعال و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، خداوند میفرماید همه جنبنده هایی که در روی زمین هستن و زیرو هستن رزقش در گردن ماست و وقتی رزق میدم در مصرفش اختیار داره، اما اعتدال را باید در نظر بگیرد. خب حالا چی کار بکنیم؟ اسراف در غذا عبارت از اینه که خب در مصرف اضافه زیاده روی میکنه، زیاد میخوره، پرخوری خودش یک نوع اسراف است. میفهمیم که 5 لقمه بخوریم کفایت میکنه، میتونیم که تا 8 لقمه را بخوریم، خب 3 لقمه را بر دیگر را بدیم. میفهمیم که 5 نان کفایت میکنه، 2 نان دیگر را اضافه میکنیم، زیاد میخوریم. خود علمی پرخوری یک از چیزهایی هست که عامل تنبلی در عبادت میشه، عامل تنبلی در مثلا کار میشه. خب ما نمیخوایم بس اونجا نیستن، اما بس در اسراف است، پرخوری خودش اسراف است، مورد اونم مصرفین گفته میشه. و مثلا زیاده روی در مصرف غذا، اتلاف و دور ریختن غذا، میاریم خودم هم نمیخوریم. شما ببینید خیلی دسترخانه هایی هستن که واقعتش نصفش یا مثلا یک روبش خورده نمیشه، دیگر را کلان دور میاندازه. اینمی مؤسسه WFP سازمان ملل یک چند وقت اعلان کرده بودن که مصرف غذایی که در جهان صورت میگیره تقریبا چندین برابر از این که انسان از او استفاده میکنه به عنوان زباله را تخدیم مثلا دور میاندازه، به نیازمنده هم نمیرسه و خودش هم استفاده نمیکنه. این یک نوع اسراف است. حتی ما هم در جامعه خود داریم دسترخانه هایی هستن که شاید یک روبش یک پنجمش مصرف نشود، دیگران دو میاندازه به عنوان زباله. اما استاد دو طرف هم دسترخانه و سفره هایی را داریم که همی باقی مانده غذاهای بعضی از سفره ها میتونه بهترین غذای اونها باشه. بله دقیقاً. مثلا شما اگر در علمی گفتیم که اگر همی اسراف اگر صورت نگیره، شما ببینید اونمون نصفی که استفاده نشده یا روبی که استفاده نشده برای دیگران بهترین غذاست. بله برای اونها باید بیتیم، اما دور میاندازیم، اسراف است. امام سجاد فرمود و امنعنی من الصرف و حسن رزق من الطلب، بار خدایا ما را مانع شو از این که ما اسراف نکنیم در مال خود و رزق ما را محفوظ بدار و حفاظت نما از این که به اتلاف برسد یا به دور ریختن برسد. به ما اندازه کفاف نیازمندی و نمو به ما اندازه از خداوند رزق روزی خواسته است. خب با توجه به این مواردی که خدمت دوستان عرض کردیم، از جمله قرآن هم میفرماید کل واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، خداوند کسانی که اسراف میکنند دوست ندارد، به اندازه نیازمند خود مصرف بکنید، حلال است برای شما، اشکال شرعی هم ندارد. خب تا اینجا را ما بحث کردیم که مواردهای مختلف عرض کردیم خدمت دوستان که اینا گناهانی هستند که ملازمه مستقیم، ارتباط مستقیمی با ایجاد فقر داره. حالا چی کار باید بکنیم؟ در مجموع رای حل ای است که باید بیاییم رو بیاونه به سوی خداوند متعال، در مجموع از گناه توبه بکنیم که خدمت دوستان عرض کردیم که یک بس ما بس کلی گناه هست، اما نسبت به موردی هر کدامش باید اصلاح بکنیم. مثلا همین قسم شما ببینید اگر قبلا خدای نخواسته اگر خیانت میکردیم بیاید دیگر خیانت نکنیم، اگر قبلا مثلا اسراف میکردیم فعلا اسراف نکنیم، اگر قبلا مثلا انفاق نمیکردیم فعلا انفاق بکنیم،
اگر قبلا وقت یک دل رحم نداشتیم، آیا کمی دل رحم پیدا بکنیم به نوان خود، به همسایه خود، به ارحام خود، سیل ارحام را به وجود بیاریم. ان شاء الله به کمک خداوند متعال. ان شاء الله ممنون شما هستیم. ما برداشت مختصری که داشتم از صحبتاتون این که در واقع ترک گناه سبب نزول رحمت میشه. ان شاء الله باعث تتمه برنامه. سپاسگزار هستیم. ان شاء الله در برنامه بعدی بیشتر مفصل‌تر روی مسائل مرتبط با اقتصاد صحبت خواهیم کرد. عزیزان بیننده، اشاره به اسراف شد. گاهی وقتا شاید من و شما نیاز به یک دست لباس داشته باشیم، اما وقتی که دو سه دست لباس را تهیه میکنیم اما هیچ استفاده مفیدی هم ازش نمیکنیم، شاید به وسیله همین لباس های اضافی ما تن چند نفر از هموطنان نیازمند ما گرم شود. هوا خیلی سرد است، همه شما عزیزان هم درک میکنید مسئله را. امیدوار هستیم در بین عزیزانی که برنامه را میبینه هیچ خانه ای سرد نباشه، و اگرم هست عزیزانی که این قدرت و توانایی را دارند که خانه ای از خانه های مسلمانان و هموطنان خودشان را گرم بکنن، حتما این کار را بکنن و در قسمت تهیه مواد غذایی و مایحتاج اولیه زندگیشان کمک بکنند. و امیدواریم هیچ کسی در این خطه خاکی شرمنده زن و فرزندش نشه انشاءالله. برنامه را با همی امید و با دعای سلامتی و در واقع دعا برای تعجیل در فرج حضرت حجت به پایان میرسانیم. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.